سلام به دوره ویدیوی گوگل تک منیجر خیلی خوش اومدید من مهرداد نوری هستم و قرار با هم یه دوره خیلی جذاب رو شروع کنیم یه دوره فنی که معمولا دیجیتال مارکتر رو ازش فراری چون پر است از اصطلاحات تخصصی فنی و برنامه نویسی اما قرار با هم بسیار آسونش کنیم یعنی یه مبحث خیلی پیچیده رو حالا شاید نگیم خیلی پیچیده یه مبحث پیچیده رو به شکل آسون با هم یاد بگیریم پس دوره گوگل تگ منیجر به زبان ساده رو با هم داریم ما توی این دوره سعی میکنیم مباحث پیچیده رو به نحوی ساده کنیم که در راحت ترین حالت ممکن در ذهن شما بشینه گاهی اوقات من مفاهیم رو به نحوی تغییر میدم حالا از مفهوم اصلی خودش خارج نمیشه اما با داستانها و مثالهایی که تو دنیای واقعی داریم سعی میکنم جوری اینها رو به شما بیاد بدم که قشنگ روی ذهنت بمونه و تا آخر عمر دیگه یادت نره پس تا پایان این دوره با من همراه باشید خب خود من کی هستم تو سی چی اینجام قرار چرا وقت شما رو بگیرم من مهرداد نوری هستم سالهای سال برنامه نویسی کردم بعد دیدیم برنامه نویسی خیلی خوبه ولی خب اون چیزی که میتونه تاثیر بزرگتری در کسب و کار بذاره وبسایت های قشنگ طراحی شده نیست وبسایت هایی هست که بشه ازش پول خوب در آورد پس فهمیدیم چیزی مهمی هست به نام مارکتینگ دانش پولسازیه که شما باید داشته باشی و دیجیتال مارکتینگ دانش پولسازی از اون که وبسایتت از اون اپلیکیشن موبایلت در نتیجه تصمیم گرفتم از دنیای برنامه‌نویسی خدافیزی کنم بیام تو دنیای دیجیتال مارکتینگ خب اومدم دیجیتال مارکتینگ کار کردم و سالهاست که تو حوزه دیجیتال مارکتینگ کار میکنم تدریس میکنم در حال حاضر همونیان گذار استارتاپ ملکان هستم و تا مثلا 5 -6 ماه پیش مدیر بازاریابی آکادمی دیجیتال مارکتینگ بودم تو دو این دوره قراره اون چیزهایی که از برنامه نویسی یاد گرفتم رو با اون چیزایی که از مارکتینگ یاد گرفتم با هم ادغام کنم تا برای شما مارکترها برای شما دیجیتال ها بتونم به ساده ترین شکل تگ منیجر رو آموزش بدم اما اولین نکته که در مورد تگ منیجر داریم اینه ببینید دوستان اگر ما میخواهیم که یک کسب و کار آنلاین موفق داشته باشیم نباید فراموش کنیم که کسب و کار آنلاین خیلی با کسب و کس کار آفلاین تفاوتی نداره ما با مردم در ارتباطیم با مخاطبین هدف در ارتباطیم با کسانی که انتظار داریم بیان و از ما محصول بخرند بیان و از ما خدمات بگیرند خب همونجوری که شما تو فضای آفلاین شرکتتون دفتر کارتون فروشگاهتون ملت مراجعه میکنن حواستون بهشون هست کی میان کی میرن چیکا میکنن چی میشه میخرن چی میشه نمیخرن چی بشه راضی میرن بیرون چی بشه ناراضی میرن بیرون تو دنیای آنلاین هم ما همین داستان رو داریم یعنی وبسایت ما در حقیقت همون محل کسب و کار ما تو فضای آنلاینه اگر ما تو فضای آفلاین تو فضای فیزیکی که الان توش هستیم دقیقا تلاش میکنیم مو به مو ببینیم که چه اتفاقاتی می‌افته تو کسب و کارمون تا بتونیم مشکلات رو پیدا کنیم و شرایط رو تسهیل کنیم و فروشمون افزایش بدیم در دنیای آنلاین هم چیزی غیر از این نیست در دنیای آفلاین خیلی کار برای ما ساده تره یعنی ما همین چشمامون که باز میکنیم میبینیم دوربرمون چی میگذره این ور اون ور کی میاد کی میره حواس اون یه سری گزارش ها رو خودمون گاهن ثبت میکنیم اما تو دنیای آنلاین علا رغم این که فکر میکنیم که خب همه چیز گل و بل و بهتره اما اگر حواسمون نباشه چشم همون در واقعیت بسته است اوکی تو وبسایت داری ولی چقدر از وبسایتت پول در میاری چرا وبسایتت بازدید کنندگان زیادی داره اما فروشت کافی نیست دلیلش چیه چه مشکلی این وسط وجود داره ما میخوایم تو این دوره به این سوال مهم جواب بدیم چرا فروش وبسایت ما اونجوری که باید و شاید نیست یا اگر خوبه چرا و چگونه میتونیم بهترش کنیم مهم. تو این دوره ما میخوایم نظارتمون رو بر وبسایتمون به شکلی افزایش بدیم که انگار تو محیط واقعی کسب و کار آفلاینمون هستیم قشنگ ببینیم چی میگذره اینجا و اون نکات کلیدی و تاثیرگذاری که داریم اونها رو بررسی کنیم و به مرور با بهبود اونها بتونیم نرخ افرادی که از وبسایتمون بازدید میکنند و به مشتری تبدیل میشن رو افزایش بدیم یعنی چی سادش میکنم فکر کنید الان 100 نفر از وبسایت شما بازدید میکنند و یک نفر از وبسایت شما خدمات میگیره یا محصول میخره یعنی شما یک درصد نرخ تبدیل بازدید کننده به مشتری دارید حالا ما میخوایم مو به مو رصد کنیم که تک تک آدم هایی که وارد وبسایت میشن دقیقا چیکار میکنند و آیا تو مسیر خرید به خوبی پیش میرند یا نه و با بهینه سازی هایی که انجام میدیم کاری میکنیم اگه قبل از اون صد نفر یه نفر خرید میکرد حالا از اون صد نفر دو نفر سه نفر خرید کنن این یعنی چی یعنی اینکه به جای اینکه شما هزینه تبلیغات تو بیشتر کنی با بهینه سازی یا بهش میگیم سی آر rate کانورژن ریت میتونی بدون هزینه زیاد درآمد تو به شکل پایداری افزایش بدی جذاب شد نه خب حالا چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم ما روی وبسایت چطوری میتونیم این کار رو کنیم دوستان وبسایت مگر غیر از اینه که فضای دیجیتال، فضای صفر و یکه یه عالم کده ما چجوری میتونیم تو اون کد اینقدر نظارت داشته مگه ما دیجیتال مارکترها کد نویسی بلدیم نه بلد نیستیم پس ما یه سری ابزارهای دیجیتالی احتیاج داریم که با کد نویسی باید فراهم بشه و ما برنامه نویس نیستیم مارکتریم بلد نیستیم اون کدها رو اینجاست که تگمنجر به کار ما میاد پس تگ منیجر با نگاه ساده اینه که قرار به ما مارکترها به ما دیجیتال مارکترها کمک کنه که کارهای فنی و یک سری کود های ریس که لازم داریم برای مارکتینگمون رو خیلی ساده بدون دانش کدنویسی انجام بدیم بریم با تگ منیجر بیشتر آشنا بشیم خب خدمت شما معرفی میکنم ایشون GTM یا گوگل تگ منیجر هستند این کاراکتری که اینجا براتون گذاشتم خودم خلقش کردم اصلا تگ منیجر خودش چه این کاراکتری نداره اما از اونجایی که میخوایم یه داستان رو با هم شروع کنیم و مباحث پیچیده رو با هم آسون کنیم بعد نیست که با این کاراکتر زیبا آشنا بشید این یه دستیاره برای ما برای ما مارکترها قراره به تک تک ما کمک کنه که از وبسایتمون بیشتر پول در بیاریم بیایم باش بیشتر آشنا بشیم چند تا سوال رو در موردش میخوایم جواب بدیم این جی خان گوگل تگ منیجر جان ما کیه از کجا اومده واسه چی اومده و چه ویژگی هایی داره چه کارکرد هایی داره چه کارکردهای اصلی داره قرار تو این دوره با چیاش آشنا بشیم با چه زبونی باید باش صحبت کنیم چه جوری حرف ما رو میفهمه بعدش دستور بدیم چه جوری باید بهش دستور بدیم بعد دستور میدیم دستور رو ما رو درست میفهمه کار کنی یا نه مگه نمیگیم دستیار ماست بله خب از اینجا شروع میکنیم که GTM از کجا اومده تو صحبت قبلی در مورد موضوع صحبت کردیم که ابزارهای دیجیتالی رو ما برای مارکتینگ استفاده میکنیم معروف در حتما شنیدید مثل گوگل آنالیتیکس که بیس و پایه ابزارهای مارکتینگه یعنی شما اگه میخواید تو فضای دیجیتال کاری بکنی حتما باید گوگل آنالیتیکس رو داشته باشی مهمترین ابزار جمع‌آوری و ریپورت برای تحلیل های مارکتینگه اما مثل اتیکس هم هزاران ابزار دیگه داریم که اینها رو ما نیاز داریم برخی هاش رو روی وبسایتمون رو فعال کنیم تا اون دید و نظارتی که میخواستیم برامون رقم بخوره حالا این ابزارها گفتیم یه سری کد هن دیگه این کدها کدهای برنامه نویسی هن چون میخواد بره تو دل وبسایت که خودش کدهای برنامه اضافه بشه حالا این وبسایت ما که کدهای برنامه و ما کد نویس نیستیم چیکار بکنیم سالهای سال این داستان اتفاق می افتاد که ما مارکترها وابسته بودیم به دولاپرها و برنامه نویسا می گفتیم برنامه نویس جان زمت می این ابزار رو برای من فعال کنیم می گفت چشم برات فعال میکنم. ابزار دوم که بهش می گفتیم می گفت باشه برات فعال می کنم فردش فعال می کن. ابزار سوم یه هفته بعد ابزار بعدی میرفت دیگه پشت گوش می افتاد. یا مثلا میگیم ببین من میخوام حواسم باشه به این دکمه رو چند نفر کلیک میکنن دکمه مهمیه دکمه افزودن به سبد خریدم میخوام چند نفر محصول به سبد خریدشون اضافه میکنن باشه برات ترک میکنم چجوری؟ حالا من انجام میدم دیگه دو روز سه روز چهار روز اینقدر این مشکل رخ داد رخ داد رخ داد گوگل گفت آقا اینطوری که نمیشه مارکترها دستشون خیلی بسته است و یه سری دانش برنامه نویسی در حد کم رو نیاز دارند که بتونن این کاراشون رو پیش ببرند و وابسته نباشن به برنامه نویسا اومد یه ابزاری رو خلق کرد به نام گوگل تگ منیجر این گوگل تگ منیجر جان ما یه جورایی یه جوجه برنامه نویسه یعنی ازش انتظار نباید داشته باشی سایت رو تو اساسی توسعه بده به امکاناتش اضافه کنه نه از اینجور به نواها نداره اما یه سری تغییرات تو کدهای وبسایت هست که ما مارکترها احتیاج داریم که در موردش امروز مفصل با هم صحبت میکنیم اونها رو برای ما انجام میده یعنی ما به زبون خودمون بهش میگیم چی میخوایم اون میره برای ما کد مینویسه به همین سادگی چیز باحالیه قرار قدرت ما رو در کنترلمون در وبسایتمون خیلی افزایش بده چه ویژگی هایی داره به این قیافش نگاه کنید خدا یکم قیافش گوگلی مگولی نیست خیلی مهربونه خیلی دستیار و خوبیه شما هر چی بگی برات انجام میده هر کاری بهش بگی برات هزاران بار انجام میده یعنی من یه دستوری بهش میدم و اون دستور تکرار 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 برای همیشه تا زمانی که دستورم عوض کنم اصلا اما اگر نمیاره میگه بله قربان تو فقط بگو چی نیاز داری خب از این جهت خیلی باحاله اما اگه دقت کنید شبیه رباته چرا شبیه رباته به این دلیل که ربات ها با اون برنامه هایی که از قبل در مموریشون قرار دادن در سیستمشون قرار دادن میتونن عمل کنن ربات ها به خودی خود توان فکر کردن ندارند اگه ما در مورد روبات های هوشمند هم صحبت میکنیم اون هوشمندی در تفکرات اون برنامه نویسی بوده که قبلا اون روبات رو تراحی کرده وگرنه ربات به خودی خود درک و شعوری نداره که دور برشو رو ببینه تشخیص بده یاد بگیره رشد کنه چیزایی که داریم براش تلاش میکنیم که این اتفاقات در اصلا جدید بیفته ولی هنوز خیلی جای کار داره به این کاراکتر که ناکوید میرین از اون ربات قدیمی هاست قطعا هوش مصنوعی نه از این خبران پس چرا این ربات رو گذاشتی؟ در اینکه یادمون باشه این وقتی از خودش چیزی نمیفهمه پس هیچی نمیفهمه ما باید مو به مو همه چیز رو بهش یاد بدیم یعنی اگر میخوایم بگیم که کاری برای ما انجام بده استپ با استپ مرحله مرحله دقیق همه چیز رو باید بهش بگیم میگیم ما با این که دیگه ساده است دیگه این که خودش میفهمه نه آقا هیچ چی نمیفهمه خیلی ساده بگم آقا در شعور نداره هر چی میخوای بهش بگی باید به ریز بهش بگی پس همین اول قبل از اینکه کار با تکمنجه رو شروع کنید با این ویژگی بارزش آشنا باشید مو به مو همه چیز رو بهش بگو حالا میریم جلوتر بیشتر در موردش میفهمید بعد دقیقه یعنی اشتباه نمیکنه هر چیزی که بهش بگی هر دستوری که به عنوان مارکتر بهش بدی بگی رو وبسایت من این کارو بکن اون کار رو عینا طبق چیزی که میگی انجام میده اما از اونجایی که گفتیم درک و شعور نداره یه اتفاقی میفته اتفاقی اینه که اگه شما بهش اشتباه بگی اینم اشتباه انجام میده پس هزاران بار یک کار اشتباه رو انجام میده پس ما باید حواسمون باشه که هر چیزی بهش یاد میدیم هر کاری که میخوایم برای مارکتینگ ما انجام بده درست یاد گرفته باشه و اگر نمیره گن میزنه تو وبسایتتون حالا <applause> گفته باشم آمار غلط نتون میده ابزار غلط فعال میکنه خب چیکار میکنیم خیلی ساده است شما وقتی به بچه میخوای چیزی یاد بدی مثلا اینکه خودش نمیدونه درست چیه تو میدونی درست چیه بهش که میگی یه بار ازش میپرسی ببینی درست فهمید درست متوجه شد اگه یک بار درست متوجه شد دیگه خیالت راحته حالا شاید ما انسان ها خطا بکنیم بعدا درست فهمیدیم بعد اشتباه کنیم ولی ربات اشتباه رو نمی کنن. پس ما هر چیزی که به تک منیجر قراره بگیم یک بار ازش تست میگیریم اگه دیدیم درست انجام داد میگیم اوکی حالا برو برای همه کاربران وبسایت هزاران بار میلیون بار برای همیشه انجامش بده خب این ربات ها ما تگ جان ما که اسمش گذاشتیم جی این به چه زبونی باید باش صحبت کنیم فارسی میفهمه انگلیسی میفهمه شاید فرانسوی چینی نه هیچ کدوم کد نویسی باید بکنیم آره HTML باید بهش بگیم PHP ASP هیچ کدوم یه چیزی داره یه زبان اختصاصی خودش رو داره یه زبان سبخشی که در ادامه باش آشنا میشیم خیلی زبان ساده ای هست نه به زبان ماست نه به زبان کده یه چیزی بینابینه حالا میریم باهاش آشنا میشیم با اون زبان خودش که امروز یاد میگیریم از این بعد بهش دستور میدیم اون دستورهای ما رو اجرا میکنه و نکته دیگه این که این جی تی ام جان ما دو تا کار کرده اصلی داره که ما تو این دوره رونها تمرکز میکنیم کار کرده اولش اینه میخوایم یه سری ابزارهای مارکتینگ روی وبسایتمون فعال بشه که از استفاده اون ابزارها اطلاعاتی به دست بیاریم که دید ما رو بازتر کنه و بتونیم تصمیمات تاثیرگذار بگیریم و فرند مارکتینگ و افزایش درآمدمون رو بیشتر در بیشتر پیش ببریم <applause> اما ارز کنم خدمت شما پس کار کرده اولش میشه فعال کردن این ابزارها یعنی من به تگ منیجر میگم تگ منجر گوگل آنالیتیکس رو من فعال میکنی میگه چش فعال میکنه میگم هاجر چی هاجر میگه فعال شد تو تا گفتی فعال شد اینقدر سری کار میکنی میگه بلادرنگ کار میکنه میگیم خیلی خوب پس هر ابزاری ما احتیاج داریم فقط به تگ منیجر میگیم و اون فعال میکنیم مثل اون برنامه نویسه که بهش میگفتیم چی میخوایم و اون انجام میداد دقیقا مثل اون برنامه نویسه ولی با این تفاوت که در لحظه برات انجام میده و البته بریم جلوتر میبینید که میتونه انعطاف پذیر انجام بده یعنی اگه نویس بخواد یه ابزاری برای سایت شما فعال کنه اون کد رو تو سایتت میذاره خب بعد میگه که خب این هم تو همه صفحات میگاره آره میگه میشه تو فلان صفحه نباشه میگه این کی دیگه سخته که باش حالا ببینم کی میتونم این کار انجام بدم اما توی تگ منیجر شما براش تعیین میکنی که تحت چه شرایطی اون ابزار فعال بشه یک عالمه اما اگر براش میذاری این صفحه باشه این صفحه نباشه تو این گروه صفحات این ابزار فعال بشه تو این گروه صفحات فعال نشه برای این کاربری که از این سایت میان فعال باشه برای این کاربرا فعال نباشه صبح فعال باشه شب فعال نباشه همه اینا رو میتونید براش تعیین کنید پس یه جورایی حتی از اون برنامه‌نویسم قرار شما بهتر کار کنه آره چون کاملا تایمش در اختیار شماست بعد حین اجرا هم میتونید ادیت کنید این ابزار فعاله از این لحظه این شکلی فعال باشه چه جالب میریم کار با ابزارها رو تو این بخش تو بخش بعدی یاد میگیریم اما نکته دیگه که داریم کارکت دومش بعضی یعنی از ابزار رو که فعال میکنه مثل آنالیتیکس خیلی ابزار خوبی ها خیلی قدرتمندن اما چشماشون یکم ضعیفه یعنی یه سری چیزها رو میبینند و ثبت میکنن یه سری چیزها رو نمیبینند فکر کنید مثلا شما دوربینای ماهواره گوگل رو فرض کنید شما از اون بالا دوربینای گوگل وقتی میان تو سایت گوگل نگاه میکنید چی میبینید همه چی میبینید به جز اون چیزایی که زیر یک سقف باشه سقف رو میبینید اون چیزایی که زیر سقف دیده نمیشه گوگل آنالیتیکس هم مشابه دوربینای گوگله مثل این گوگل ارث که شما باش کار میکنید ماهوارهای گوگل همه چیز رو میبینه به آن چیزی که در صفحه اتفاق میفته زیر صفحه است یعنی چی؟ یعنی میبینه کی از کدوم سایت اومد تو سایتت به کدوم صفحه رفت چقدر تو اون صفحه موند کی از اون صفحه خارج شد اما نمیبینه وقتی تو اون صفحه بود چیکار کرد پس چشاش یه کوچولو ضعیفه خب حالا باید چیکار کنیم تگ منیجر جان ما میاد به کمک آنالیتیکس و یه سری داده هایی که آنالیتیکس نمیتونه ببینه که ثبت کنه تگ منیجر در گوش اون میگه چشاش ضعیفه گوشاش که ضعیف نیست میشنوه و ثبت میکنه پس تو فاز دوم ما میخوایم یه سری اتفاقات که داخل صفحات میفته و البته اتفاقات مهمه و پول سازی هست که در ادامه باش آشنا میشیم اونها رو چون آنالیتیکس و ابزارهای مشابه نمیتونن ثبت کنن تگ منیجر به کمکشون میاد و اون دیتا رو به اونها میگه که اونها بتونن ثبتشون کنن توی بخش بعدی در مورد سری از مزایت های گوگل تگ منیجر با هم گپ میزنیم که چرا اصلا تگ منیجر میتونیم استفاده کنیم یا اینها رو دستی هم میتونیم انجام بدیم و بعد میریم ان توی اجرا که ببینیم چطور این کارها انجام میشه این ابزارهایی که میگیم مثلا چی چی کاری میکنن برای ما و غیره با من همراه باشید